واقع در رو، در ورودی و خروجی رو باز میکنه برای در واقع ورود سدیم یا پتاسیم. ما یک محدوده‌ای داریم که تا زمانی که این سدیم ها میان و اینجا جمع میشن، یعنی NaH اینجا هستش، تا زمانی که یه ویتامین چربی خاصی داخل سلول ترشح نشه و اون در این نقطه با نام پی قرار نگیره، این دریچه باز نمیشه و در واقع وقتی که باز میشه راه رو اجازه میده تا ما این سدیم ها رو دعوت کنیم تک تک به داخل در واقع سلولمون. پس ما برای سدیم ها، برای پتاسیم ها و برای این چربی های داخل سلول مواد مغذی باید استفاده بکنیم که در بعضی از مواد طبیعی مثل موز، خیار، سدیم وجود داره که در ادامه فیلم ما اونها رو به شما معرفی خواهیم کرد. اولین نکته این بود که شما آشنا بشید با سیستم عصبی، کنترل و تقویتشون. میریم فیلم رو میبینیم، برمیگردیم با شما هستیم در رابطه با استرس ها.
زبانتون رو ترک کنید و مرتب این کار رو در پای هر ضربه و یا بعضن بعد از هر بار نشستن به روی صندلی بازیکن انجام بدید. آب رو یک دفعه ای نبلعید. خب قاعدتاً خوردن آب زیادی به جای اینکه جذب بدنتون بشه از مجراهای مربوطه رد میشه به مثانه میره و شما در هنگام بازی استرس مضاعفی دارید که حالا باید از دستشویی استفاده کنید. آیا داور به شما این اجازه رو میده؟ شما خودتون رو نمیتونید کنترل کنید. یه سری استرس‌های جانبی رو به خودتون وارد میکنید. پیشنهاد ما این هستش که حتما آب رو جرعه به جرعه و با خیس کردن کامتون فقط استفاده کنید. فقط در این صورت هستش که مقدار آب جذب پوست، مورک ها و در نهایت فضای زیست محیطی نورون های عصبی میشن. دومین نکته استفاده از ویتامین سی هست. ویتامین سی تمام پزشکان و تمام دکترها به این نتیجه رسیدن، تمام دانشمندان بررسی کردن، دیدن کمبود ویتامین سی سبب میشه که اون ساتورن پتاسیم ها توازنشون به هم بخوره و در نتیجه بدن شروع کنه به مختل کار کردن و در واقع نرسیدن سیگنال اساسی از مغز به اندام. ببینید من اینو بارها دارم تکرار میکنم، ما برای یه ضربه بد ماهیچمون هیچ گناهی نداره. ما فکرمون هست که اون ماهیچه رو طراحی میکنه. میزان باز شدن، میزان قدرت وارده، درک ما از ماهی توسط مغز صورت میگیره. لذا اگر ما شرایط رو براش بد بکنیم قطعا همین نکات منفی 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 میشن به اندازه هزاران منفی که خب باید نباید ما توقع یه ضربه خوب رو از خودمون داشته باشیم. فقط همین، وگرنه ما نمیتونیم شرایط رو بندازیم به گردن داور بعد، میز بعد، توپ بعد، هوای گرم، ایستادن بعد، خندیدن بعد، تماشاچی های شلوغ. اینها مواردی است که فقط ما برای رفع کردن در واقع اون پوزیشن بدی که داریم یا اون باختی که دادیم خودمون رو قانع میکنیم و در واقع توجیه نابجا میکنیم. پیشنهاد میکنم که ویتامین سی رو در آب پرتقال، لیمو و یا مشتقات اون راحت میتونید پیدا کنید که خب قبل از بازی نوشیدنش بسیار عالی و قندی هم که داره خب میتونه برای این کار مناسب باشه. سومین مورد که میتونه به شما در پای میز کمک بکنه بالا بردن هیدروکربنات هستش. هیدروکربنات در خانواده قندها موجودن. خوردن شکلات های قندی بسیار به این موضوع کمک میکنه. البته من شکلات کاکائویی رو به شما پیشنهاد نمیکنم و ادامه خواهیم دید که شکلات کاکائویی در فضاهای استرسی و مسابقات ما میتونه جنبه منفی داشته باشه. این موارد مواردی هستن که بسیار به شما کمک میکنند و شما استرس خیلی کم و بدن در حالت ریلکس باشه. دومین چهارمین گزینه اینه که ما از بعضی از مواد نباید استفاده بکنیم. یعنی شما اجازه بدید من این را قبلش بگم. تأمین اومگا 3، اومگا 3 تمام دانشمندان جهان باز تحقیقاتی کردن که شما خیلی راحت میتونید توی اینترنت بررسی کنید. اومگا 3 بسیار خوراک خوبی برای مغز هست، در واقع برای منبع تولید اون انرژی ها و سیگنال ها در صدم ثانیه. من پیشنهاد میکنم حتما 2 ساعت قبل از مسابقه از اومگا 3 فراوان استفاده کنید. اومگا 3 رو در تون ماهی، میگو و کلن سیستم گوشت‌های دریایی میتونید استفاده بکنید. تون ماهی بسیار عالی است. اومگا 3 مغز رو تامین میکنه. مغز غذای مورد علاقه‌ش رو دریافت کرده، حالا هضم کرده. این که میگم 2 ساعت قبل باشه چون سیستم غذایی 2 ساعت طول میکشه هضم بشه. دوستان عزیز، موقع مسابقه خوردن ساندویچ کار بسیار خنده‌داری است به خاطر که مغز مجبوره مقداری از پروسس بدن رو بهش دستور بده بگه شما برو به معده فکر کن. پس در نتیجه چیزی برای فکر کردن در روی میز و اجرا کردن تکنیک و تاکتیک ها براش نمیمونه. لذا 2 ساعت قبل از بازیتون غذا رو خورده باشه که در هنگام بازی نه سیر باشید نه گرسنه تا بهترین رفلکس بدنی رو داشته باشید. اما بعضی از موارد رو نباید رعایت کنیم. مثلا نخوردن، من اینجور بمیسم، نخوردن یا همون پرهیز. پرهیز از مشروبات الکلی.
جدا از اینکه دین ما منع کرده به دلیل خواص و در واقع عیب هایی که خوردن مشروب الکلی برای بدن و سیستم تصمیم گیری داره، ببینید مشروبات الکلی شما رو در یک خلسه خواب‌آوری وارد میکنه، بدن رو به رخوت در میاره و شما از هوشیاری خارج میشید، چیزی که دقیقا نورون ها نمیخوان، میخوان اونها عجیر باشن، سرزنده باشن تا سیگنال های مغز رو با شتاب به اون عضو مورد نظر برسونن. لذا خوردن مشروبات الکلی سبب میشه تا این وسط سدیم و کلسیم های بدن شما شناور در ماده ای به نام الکل بشه، لذا نتونه به جای آب ترکیبات واکنش شیمیایی که انجام میشه سدیم و پتاسیم ها توسط اون گیت هایی گفته شد به سلول نمیرسن. یعنی مغز داره 100 تا سیگنال ایجاد میکنه، یه دونش به یک دونه مثلا فرض کنه سلول میرسه، برای سلول های دیگه اصلا ماده ای وجود نداره که ما این سیگنال رو برسونیم. اصطلاحا آدم مشروبی میگن که در رخوت، در عدم هوشیاری، بیهوش، از خود بیخوده و متوجه هیچ اتفاقی دور برش میفته نیست. پس نشه از این مورد در هنگام بازی های حساس و حتی تمرینتون پرهیز کنید. از این دست مقاله قرص های خواب‌آور هستن و کلن میتونه بگیم مسکن ها. قرص های مسکن کلن کارشون همین هست. ببینید ما وقتی یه عضوی در بدن درد میکنه، یعنی که داره به سیگنالی رو به مغز میفرسته که ما یه عیبی اینجا داریم که از حالت نرمال خارجه، لذا ما با توجه به اون که درد داریم و بیتاب هستیم، پزشکان ماده ای به نام قرص های مسکن رو تجویز کردن. قرص مسکن وقتی در اختیار